سرخط مهمترین های امروز. محکوم شدن انفجار در ننگرهار از سوی سازمان ملل. این سازمان هدف قرار دادن غیر نظامیان در داخل مسجد را خلاف قوانین بین المللی می داند. خواست تازه پاکستان از امریکا. ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را هدف قرار دهید. کشته شدن فرمانده پلیس ولسوالی هسکمینه. 5 همکار این فرمانده نیز در حمله افراد داعش کشته شدند. و مردم درایا در سوریه پس از 4 سال محاصره کمک های بشر دوستانه دریافت کردند. سلام بر شما. با مهمترین ها در نیمه روز از یک خوش آمدید. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یونما در افغانستان حمله روز گذشته در ولایت ننگرهار که غیر نظامیان را هدف قرار داد به شدت محکوم کرده است. نیکولاس هایسم نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان با محکومیت این حمله گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان آن هم در داخل مسجد خلاف تمام قوانین بین المللی است. وی گفته است که این گونه هدف قرار دادن غیر نظامیان آن هم هنگام عبادت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید عاملان آن به پنجه قانون سپرده شود. روز گذشته انفجار یک بم در داخل مسجد جامع در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 کشته و بیش از 70 زخمی بر جا گذاشت. رئیس ارتش پاکستان از آمریکا می‌خواهد ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را مورد حمله قرار دهد. راحل شریف در دیدار با فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و فرستاده ویژه این کشور در امور افغانستان و پاکستان از آنان خواسته است همان گونه که رهبر طالبان افغانستان در خاک پاکستان هدف قرار گرفت، باید رهبران طالبان پاکستان را که در افغانستان پنهان هستند نیز هدف قرار دهد. راحل شریف هشدار می‌دهد که تکرار نقض حاکمیت ملی پاکستان توسط آمریکا تأثیر منفی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت. فرمانده پلیس ولسوالی هسکمینه و 5 پلیس این فرماندهی در حمله افراد داعش کشته شدند. این حمله گروه داعش ساعت 2 پس از نیمه شب گذشته به هدف ولسوالی هسکمینه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید 13 تن از افراد داعش نیز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و 7 تنشان زخمی شدند. طالبان نیمه شب گذشته بر چند پاستگاه امنیتی در ولسوالی گیلانی غزنی حمله کردند. پلیس غزنی میگوید که این حمله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و در نتیجه 8 طالب کشته و 5 تن آنان زخمی شدند. امین الله مرخیل فرمانده پلیس غزنی میگوید که در میان کشته شدگان این رویداد 2 فرمانده طالبان نیز قرار داشتند. دو طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در فرا کشته و 3 تن آنان زخم برداشتند. مسئولان محلی میگویند این درگیری نیمه شب گذشته در مربوطات ولسوالی پشترود هنگامی رخ داد که طالبان بر کاروان گشتزنی نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفته عبدالرؤوف رحمانی مسئول مطبوعاتی لوای دوم ارتش در فرا، در این درگیری 1 تن از نیروهای ارتش نیز زخمی شده است. جنگ ساعت 12:30 شب آغاز شد. الا 4 صبح ادامه داشتند. در جمله 2 نفر از مخالفین کشته، 3 نفر زخمی داشتند. در جریان جنگ 1 نفر هم از سربازای ارتش ما زخمی شدند که الحمدلله تلفات ملکی در جنگ نبودند. کمیته گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که خبرنگاران محلی در افغانستان و سومالیا با تهدیدهای جدی روبرو هستند. کورتینی رادیچ رئیس این کمیته گفته است که خبرنگاران محلی در افغانستان و سومالیا در معرض خطرهای جدی قرار گرفتند. وای کشته شدن زبیح‌الله تمنا خبرنگار افغان و دوید گلکیف خبرنگار آمریکایی در ولایت هلمند را محکوم کرده. به خواستار حمایت بیشتر از خبرنگار
خبرنگاران محلی در افغانستان شده است. رادج افزوده است که خبرنگاران در افغانستان افزون بر تهدید، بازداشت و توهین مورد حمله مسلحانه نیز قرار می گیرند. پلیس پاکستان 13 شهروند افغانستان را در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت کرده است. مقام های پلیس اسلام آباد گفتند که این شهروندان افغانستان به گونه غیر قانونی در این کشور بود و باش داشتند. مقام های پلیس افزودند که سربازان ویژه پلیس در یک عملیات 4 ساعته که در 200 خانه در منطقه خانه اسلام آباد صورت گرفته 13 شهروند افغانستان را بازداشت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجازه نقش گسترده‌تر نیروهای آمریکایی را در افغانستان داده است. این تصمیم اوباما به سربازان آمریکایی در افغانستان توانایی بیشتر خواهد داد تا نظامیان افغان را در نبرد با طالبان بیشتر همکاری کنند و نقش فعال‌تر در میدان‌های جنگ داشته باشند. مقام‌های آمریکایی گفتند که این تصمیم همچنان به نیروهای آمریکایی در افغانستان اجازه می‌دهد تا پشتیبانی هوایی‌شان را از نظامیان افغانستان بیشتر سازند. وزیر دفاع آمریکا نیز تایید میکند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اختیارات تازه ای را برای نیروهای آمریکایی در افغانستان واگذار کرده است. وزارت دفاع ملی هم از این تصمیم اوباما استقبال میکند. سجاد محمدی جزئیات میدهد. ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان ظاهرا بار دیگر سنگین تر میشود. به نظر میرسد که راهبرد کاخ سفید در پشتیبانی از نظامیان افغانستان و سرکوب هراس افغانان در این کشور جدی تر شده است. بر بنیاد تصمیم تازه رئیس جمهور اوباما که به سربازان کشورش در افغانستان اجازه گسترش عملیات نظامی را داده است، نظامیان افغان پشتیبانی بیشتر همکاران آمریکاییشان را خواهند داشت، به ویژه در بخش عملیات هوایی. این تصمیم همچنان سبب خواهد شد تا عملیات های ویژه و مشترک سربازان آمریکایی و افغانستان بیشتر شوند. تعریف تازه نقش آمریکا در افغانستان ایستادگی واشنگتن را در کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان نشان می دهد. سیاست جدید با نیروهای آمریکایی اجازه می دهد تا نظامیان افغانستان را در شرایط بحرانی در عملیات ها و تعرضاتشان در برابر طالبان همکاری کند و نقش فعالانه تری آمریکا را در افغانستان با نمایش بگذارد. این یک تصمیم بسیار خوبیه که ایالات متحده آمریکا گرفته، به خصوص رئیس جمهور اوباما که واقعا نیازمند نیروهای نظامی افغانستان به کمک آمریکایی‌ها، به خاطر از اینکه واقعا وضعیت کنونی افغانستان به حدی است که تنها دولت مردا و حکومت افغانستان نمیتونه از افغانستان دفاع کنه و با کمک نیروهای آمریکایی و تجهیزاتی که اونا دارن ما میتونیم دشمن مهار کنیم. با این هم اما مقام های آمریکایی میگویند که تصمیم تازه اوباما به این معنا نیست که نیروهای آمریکایی اجازه دارند بدون قید و شرط طالبان را هدف قرار دهند. همزمان بر بنیاد برنامه تازه، جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میتواند خود تصمیم بگیرد در چه موارد نیروهای آمریکایی ارتش افغانستان را در عملیات رزمی بر ضد طالبان همراهی کند. گفته می شود که پیش از این نیروهای آمریکایی تنها اجازه داشتند با نیروهای ویژه افغان همکاری نزدیک داشته باشند. ما در بخش زمینی تعداد کافی نیرو داریم، ولی یگانه مشکلی که داریم ما در عرصه حمایت‌های هوایی داریم که مثلا تیارات بمبارد، تیارات شکاری و تیاراتی که بتانه قوت‌های ما را در زمین حمایه بکنه. و این ایالات متحده آمریکا به اساس توافقنامه‌ای که و تعهدی که وجود داره در عرصه هوایی مطابق نیازمندی و خواست ما را همکاری میکنند. همکنون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 9800 تن میرسد. پیش از این انتقادهای از سیاست واشنگتن در برابر طالبان وجود داشت، اما پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان به دستور مستقیم باراک اوباما، بسیاری ها حالا چنین میپندارند که راهبرد آمریکا در برابر طالبان و حتی پاکستان تغییر کرده است. تا
تاکنون نیروهای امنیتی در کندز نتوانستند موقعیت مسافران روبوده شده را مشخص کنند. مقامهای محلی در کندز میگویند عملیات مشترک نیروهای امنیتی به هدف دریافت موقعیت مسافران در بند طالبان ادامه دارد و احتمال میدهد که روبوده شدگان به منطقه کنوم انتقال یافته باشند. در این حال شماری از سناتوران و فعالان مدنی در کابل خواستار توجه جدی حکومت در راستای تامین امنیت باشندگان کشور هستند. طارق ثاقب به این موضوع پرداخته است. سرنوشت نامعلوم بیش از 15 مسافر ربوده شده در کندز. از میان ده‌ها مسافر ربوده شده در دو رویداد اخیر در شاهراه کندز دست کم 15 مسافر هنوز در گرو طالبانند. گروگان‌هایی که تا کنون روشن نیست در کجا و در چی وضعی به سر میبرند. اما مقام ولایت کندز میگوید که به احتمال زیاد موقعیت ربوده شدگان را یافتند. کسایی که نیروهای مخالفین مسلح دولت در گروگان گرفته به احتمال اغلب یا به قسمتهای کنم انتقال داده و یا هم به ساحات کوچی انتقال داده. همزمان با این سخنگوی زون 808 اسپینزر در کندز میگوید تا کنون چندین بار موقعیت ربوده شدگان از سوی نیروهای کشفی مشخص شده اما دقیق نبوده است. رویداد قبلی 8 نفر بود که وان سرمز موقعیتش پیدا نشده در موقعیتی که اروانه کشفی را پر میکن دقیق نباشه عملیات صورت میگیره چیزی تصور نداره محل دقیقشان تا هنوز تصدیق نشده. ادامه آدم ربایی ها در کشور نگرانی های زیادی را در میان مردم ایجاد کرده است. شماری از باشندگان پایتخت در گرد همایی از حکومت به خاطر ناتوانی در تأمین امنیت شاهراها انتقاد می کنند و خواهان اقدامات جدی در این زمینه هستند. نگذارین که عزیز زیاد ما جوانای خود و پدرها و مادرای عزیزای خود بدبخت بسازیم و اونا از بین بروند. بسیج شوند مردم افغانستان بسیج شوند. در غیری از او ما این توان داریم که دوباره اونمو تظاهرات تبسم و اونمو تظاهرات فرخنده را راه اندازی کنیم. شبکه ها فعال است، ارتباطات کاملا تامین است. گروگانگیری مسافران تکنیک تازه است که از سوی طالبان به هدف فشار آوردن بر حکومت استفاده می شود. ظاهراً کندی حکومت در واکنش به رویدادهای آدمربایی اخیر در کندز مردم را بیشتر نگران کرده است. هرچند رئیس جمهور غنی به تازگی هشدار داده است که اگر طالبان صلح نکنند و به بغاوت ادامه دهند سخت مجازات خواهند شد. در نتیجه درگیری میان دو کارمند حکومت در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فرمانده پلیس سیدخیل میگوید این درگیری پیش از چاشت دیروز در نزدیکی بازار ولسوالی روداد رخ داده است و قربانیان این رویداد باشندگان محل بوده است. پلیس میگوید به اتهام این رویداد چند تن را بازداشت کرده است. بین دو کس یک درگیری شده بود، هر دیشان تفنگدارا غیر مسئول نبودن، هر دیشان مردم های حکومتی بودن. یک نفر آدم را بچاره شهید شده و 3 نفر دیگه زخمی شده. از هر دی طرف کسی فایی کرده بود، از طرف کسی که انداخت شده بود نفر را زخمی شهید کرده، قاتلان را گرفتیم. از تحقیبارسی و تحقیقات بیشتر قرار داره. این بود مهمترین ها در نیمه روز از یک. از توجه و همراهیتان جهان سپاس.